گفتم این چیه؟ باور کنی تازه نصبش کرده بودم، هنوز یه بارم نتونستم فیلمشو ببینم. دوربین کار بشین. بگو ببینم اونجا چه خبر بوده. ببین آقای خباز، یا تو به من میگی اونجا چه خبر بوده یا من به تو میگم اونجا چه خبره. گول خوردم آقا، اشتباه کردم، غلط کردم. دقیقاً به من بگو ببینم چی کار کردی. جایی که زن و بچه مردم رفت آمد داره دوربین کار میذاری؟ غلط کردم، به جون بچه من. اونو بچه تو قسم نخور. تو شرف داری دوربین کار میذاری جایی که زن و بچه مردم میرن میان؟ دوربین روز اولش بود، مثلا از دوستی بیخبرم. آقای کمونی فکر نکنین از شما سوال نمیشه، خبری نیستا. شما به عنوان پرسنل اونجا پاتون گیره. جناب سرگون، شما که کل زندگی منو در آوردین، دیدین که من اصلا این چیزا سر در نمیارم. استفاده از سانس وی آی پی شرایط خاصی داره؟ بله آقا، مال آدمای مهمه. ببخشید جناب سرگون، یه موردی توی شماره 56 و 57 هست. میلتون. بله بله، ایشون یه دیپلمات اروپایی هستن. کمد بغلیش هم احتمالا مال رانندشه. جالب شد. یه نکته جالب دیگه هم هست، همه پرونده ها کامل غیر از آقای کامران متکی. ایشون چرا معرفی نامه نداره؟ قرار بود بیار آقا. شما میدونستین اصلا کامران متکی وجود خارجی نداره؟ چرا آقا؟ هفته ای سه دفعه میومد استخ. منظورشون اینه که مدارکش جعلیه. یعنی شماره ملیش اصلا تو سیستم نیست. خب من کجا باید میدونستم که مدارکش جعلیه؟ این که دیگه تقصیر من نیست آقا. مگه نگفتی تا کسی مدارکش تکمیل نباشه براش کارت صادر نمی‌کنی؟ چطور برای این یکی صادر کردی؟ جرم نصب دوربینت ثابت شده است. اثر انگشتت هم رو دوربینه. اگه همکاری نکنی متهم اصلی سرقت خودتی. آقا به جون خودم من دزد نیستم، همش به خاطر احتیاجه. من تو خونه بچه مریض دارم، دخل و خرجم هم جور در نمیاد. فقط بعضی وقتا یه شیرینی از مشتری میگرفتم تا کار مردم رو بندازم. همین که با رشوه، ببخشید البته با شیرینی، کارش را مینداختی، ممکنه هم دست دزدم باشی. به جون خودم نه آقا، من دزد نیستم. جام سرگرد درخشید. ببخشید، شما که با ما دروغ نگفتی. یعنی هر چی گفتی رو ما اینجا نوشتیم و شما امضا کردی، هیچ نکته‌ای نیست که به ما بخوای بگی. من فقط از استخ پارتی خبر داشتم. اونم این آقای خباز حق منو میخورد. هر بار بهم میگفتش که 1,000,000 بهت میدم، ولی 500 تومن بیشتر نمیدم. چی بوده؟ هیچی. آقا من بگم، چند بار که استخ تعطیل بود ایشون ساعتی اجاره میداد برای استخ پارتی. من آدم گرفتاریم، باور کنیم آدم خوبیم، فقط پول احتیاج داشتم، همین. ظاهرا معنی آدم خوب و درست یادت ندادن آقای خباز. هر سه باز داشتن تا فردا برن دوسرم. جناب سرگرد، من که خوبم کاری کردم. بله نمیفهمم این پول داره برای چی هر چیز قیمتی دارم و خودشو میبرن این منو بر. نصف ارزش چیزای گرون قیمت به همین پوز دادنش دیگه. پول استخ برای پوز دادن مکان اهمیت نداره، مهم نفس کاره که اهمیت داره. آقا رضا با سعدی جاده خاکی ها بزن. ها بابا من فقط سوال برام پیش اومد. گیری مگه دکتر نگفته به بازوت فشار نیار؟ اگه بخوام به حرف دکترا گوش کنم که این بازو حالا بازو نمیشه. بالاخره بهت گفته باشم، تا رضایت دکتر نباشه نمیذارم برگردی کوه عملیات. هر جوری شده رضایت دکتر رو میگیره. حرف دکتر رو تو قبول نداری، حرف موافق تو قبول کن. بزن. چشم. آفرین. بزن. این جناب سروان تازه وارد نمیاد تمرین؟ نه بابا، شون بدنشون آماده است، نیاز به تمرین ندارن. میخواست بیاد من فرستادمش فیلمای سرقت از استخ رو بررسی کنه. خب به من یه بیگلری میگفتی؟
میخوام راه بیفته آقا. بزن این حرکت خوبه آقای دکتر؟ به آرزو آسیب نمیرسونه؟ ببخشید قربان، جناب سرهنگ تماس گرفته. الان میام. بفرمایید آقا رضا. شما به چه حقی دست بلند کردی رو مردم؟ جناب سرهنگ موضوع ناموسی بود، عصبانی شدم. مردک از زن بچه مردم فیلم میگرفته. حالا هرچی که بوده شما این حق رو نداشتی. من تو این مسائل اصلا با کسی شوخی ندارم. این کار باعث توبیخت میشه جناب سروا. دفعه بعدم اگر تکرار بشه عواقب بدی در انتظارته. مفهوم؟ بله بابا. حالا فیلمو بذار ببینم. چشم جناب سرنگ. همونطور که گزارش کردم فیلمایی هم که از دوربینای ساختمونای کنار به دست آوردیم دو تا فیلمه که لحظه ورود و خروج سارقین رو نشون میده. نکته مهمش اینجاست که 4 نفر سارق وارد میشن ولی 5 تا ماشین در فیلم بعدی از پارکینگ خارج میشن. یعنی یه نفر توی استخر بهشون اضافه شده. دقیقاً. یه نکته مشکوک داریم که از دوربین پنهان شده در رختکن به دستمون رسیده. که دو تا سارق مسلح میرن سراغ دو تا کمد. کمدایی که مربوط به دیپلمات یه سفارت اروپایی با رانندش. شاکلید معمای ما برای نفر پنجم همین دوتا کموده. این سرقتی دزدیه کور نبوده، مسلح بودن و حرفه. الو سلام مادر جون، دارم راه میفتم. چی شده باز؟ قهر کرد؟ چرا دعوا میکنی؟ مادر من بابا مادر جان بابای ما همینه عوض هم نمیشه، چرا دعوا میکنی؟ اثری داره؟ نه میخوام اینم ایستادگی شما اثری داره؟ فرق کرده؟ آره بگو فکر کنم امشب جشن میگیریم، اونم که خیلی باور میکنه. چشم، نمیگم. خداحافظ. این مارک لباس فقط فروشگاه شما میفروشن نه؟ بله فقط ما از این مدل میفروشیم. چطور مگه؟ در خدمتم. فیلم 3 ماه گذشته دوربینای مدارسته مغازه رو میخوام. این مدل فقط 1 ماهه که اومده. فکر میکنم کلن ازش 12 تا فروش رفته باشه. فیلم 1 ماه گذشته رو بده. بله چشم.
قربان 12 تا از این لباس فروش رفته که ما تصویر هر 12 نفر رو بازیابی کردیم. یعنی ما الان 12 تا مضمون داریم؟ نه خیر قربان، با درایت جناب سروان پروین فهمیدیم که یه نفر از اعضا مدارکش ناقص بوده برای ثبت نام. خواهش می‌کنم، کاری نکردم. مطابقت کردیم، دیدیم یکی از همون 12 به نام کامران متکی. بعدن که کارت بانکیشو دنبال کردیم فهمیدیم اسم واقعیش مراد جالیز داره و الان نشونش هم داریم. خب پس معطل چی هستیم؟ منتظر مجوز قضایی هستیم قربان. هماهنگ می‌کنیم. به بیگلری بگیم پیگیری کنه. ممنون قربان. خسته نباشی. سلامت باشی. موتور توئه؟ نه. خوشگله. آره، قشنگه. این موتورا گرونه. یه ذره بیایم. آ، موتور شماست. بله. ببخش، عذرخواهی می‌کنم. بفهم. بچه این محلی؟ نه داداش. نایده بودمت. آره، میگم بچه اینجا نیستن. یه ذره برو کنار. بفهم. زاخسیو کی چوب می‌زنی؟ جوونی حیفه. موتور سوار میشه کلا کاسکت سرت بزنه. برو حکم از سیاوش بگیر بریم تو. اومد تو کوچه. اینجا الان متری چند؟ ببین خب فرق میکنه، این کلنگیه، اینجا ساخته شده، یعنی آپارتمان قیمتش با کلنگی فرق میکنه. الان تو این منطقه تراکم خوبی نمیدن که شما بخواید اینو بگیری بس. خیلی خوبه. ولی این آپارتمان شما ببین، این دیگه عقب نشینیش هم کرده. خودت چکشکاری کن دیگه. زودتر خفتش کنی، تو این گرمای اینقدر ندوین. ازش خواهش کردم قبول نکرد. شده من یه چیزی بگم تو جواب ندی. ببخش بفهم. اولا چش
خب آقای مراد جالیزدار، این مدارک چه جلیته، اینم پرینت حساب بانکیت، آرم لباس و فیلم لباس خریدنت هم که هست. مهمتر از همه تو فیلم سرقت از استخرم که هستی. این که صورتش پوشیده است، از کجا معلومی منم؟ بفرم پرینت تماسا و پیامش. دیدی؟ تا دلت بخواد مدرک داری، فرار از خونرم بهش اضافه کن، بهتره هر چی میدونی بهم بگی. من چیزی ندارم که بگم، منم وقت واسه تفره رفتن ندارم. جناب سرگرد شما بفرمایید بیرون، ما میدونیم چجوری به حرفش بیاریم. جناب سرگرد این کار غیرقانونی، همکارت داره من تهدید میکنه. جای همدستات و ماشینا حرف نمیزنی؟ پروندهشو تکمیل کنید بفرستید دادسرا. تأکیدم کنید که متهم اصلی سرقت از استخر رادمان ایشونه. جناب سرگرد این کار نامردیه، من فقط آمار میگرفتم و جا به جا میکردم، حکم پیکو داشتم اونجا. جناب سرگرد بگردید دنبال اصل کاریه. بابا بروا خاک آقا من هیچ کارم، با چرا ضعیف کشی میکنید؟ ممکنه بدتر از اینم بشه. هرچند ما از تماسات میتونیم بالاخره اونا رو پیدا کنیم، اما ممکنه هم دستات فرار کنن، دیر بشه و همه چی واقعا بیفته گردن تو. اگه همکاری کنی شاید بتونیم کمکت کنیم، تفاوتش تعداد سالی زندانت. بنویس اسامی با آدرس. نمیشه سه تا خودرو هستش که با شده پیشوندنش. موقعیت امنه، اونجا دوربین نداره، یه دره خوش داریم چی بود داریم. Bora.
یکی با اسلحه است. جناب سرگود با اجازه میزنمش. بزن. بزن موقعیت بالا. بودو بودو. Ah!
جمع کرده. نفهمیدم. برو. ماشاءالله. دست شما چیکار کنم؟ خب همینه دیگه، بابای من همینه، عوض به شما هم نیست. صد بارم به شما گفتم اینو. بله شما عوض نمیشین، ولی یه حرفایی میزنین بهش بر میخوره میره شهربازی بس میشینه. حالا این دفعه ایشالا برنده میشه. ای وای، نه مادر من، انشالله این دفعه به برکت حضور شما، به یمن حضور شما برنده میشه مریم خانم. مادر جان من سر کارم، کارم تموم شد. چشم خان جان، شب کارم تموم شد میرم بابا رو میارم. شما نگران نباشین، بابای من از بی‌غذایی نمیمیره. خدا نکنه. برین دیگه. چشم دیگه، چشم. خداحافظ. پدرت قهر میکنه میره شهربازی؟ نه مثلا میره سر کار. ای نگفتی بازنشست شدن؟ چرا، از وقتی که اون سانحه برای گردنش به وجود اومد دیگه میره اونجا موتور سوار تعلیم میده. باری کلا دمش گرم. ببین به همون اندازه که تو از چابهار خاطره داری یا من از این شهربازی خاطره دارم، بابای من استاد خریدن جنسای عجیب خریده، فقط هم به خاطر قرعه کشی. مثلا الان بری خونه ما 10 کارتون گوش پاک کنه است، دستمال کاغذی، رب، نخود سبز، تو هیچ کدومشون یه پنکم برنده نشد. حالا گفتی دستمال کاغذی، یاد خاطره افتادم چابهار. یه دفعه ما با یه 2 موتوره یه 3 موتوره گرفتیم، توش پر دستمال کاغذی قاشا بود. من حرف میزنم خاطره تعریف کنم، چرا گوش نمیدی؟ شیر پاکون داشت، گوش پاکون داشت، از این دستمال دو قلوها داشت، بقیه‌اش هم بگم. سلام قهرمان. بابا باز که زدیم به تیپ و تاپ هم. بابا جا ما 100 پرونده تو این منطقه حل کردیم، این پرونده شما مفتوح موند که موند. نگرانت قضا نداری. بالاخره منو با این نسله نکشیدن دق میدی. میخوام تو مصرف گوله صرفه‌جویی کرده باشم رامین جون. آقا رضا وقتی که اونا مسلحن تو هم باید اسلحه بکشی. این باره هزارم. ببخشید. چشم قربان. فقط بلدی بگی چشم قربان. برو اونا رو بیار. چشم قربان. رئیس، طبق این صورت جلسه این اموال مسروقه‌ای که با خودشون بردن اونجا از استخر و ما پیداش کردیم. ماشین سفارت کجاست؟ همونه بود که اونجا دیدیم پارک شده بود. یه ماشین بنز با پلاک دیپلماتیک. ما خبر نداریم. دوستات دارن اعتراف میکنن، اگه چیزی نگی جوری تعریف میکنن که به نفع خودشون باشه و به ضرر تو. باور نمیکنم جام سرگرد، داری بهمون رکب میزنی؟ ما رو ساده گیر آوردین؟ هیچ اشکال نداره، باور نکن، فکر کن داری بهت رکب میزنی. میدونستم همشون دهن لق، پای منفعت بیاد وسط باباشون هم میفروشه. چی میخواید بدونی؟ من هیچ حرفی نمیزنم، مطمئنم رفقام هم هیچی نمیگن. درسته دزدیم ولی بیمرام نیستیم. اون ماشین رو به نشونه دیگه بردیم، تحویل دادیم، بردیمش گاراژ. برو ترشت انتظار 25 متری پشت من برام. نرفتی هنوز؟ نه داشتم میمدم پیشت. خب بریم خونه دیگه. خب این پسر هنوز داره پرونده کار میکنه. واسه همین نرفتی؟ آره دیگه، گفتم زایه است، بیام با هم دیگه بریم. خدا رو شکر دیگه داریم با هم کنار میایم. نه بابا اینجوری هم نیست، یه کمی عکس کاره. ببینی
خودت یادت رفته وقتی به من معرفی شدی؟ آره شاید هم هیجان شروع کار شده. ما یه مطلبی. چیه؟ دزدی از این استخره سرپوشی بوده برای دزدیدن ماشین سفارت. خب واضحه. خب نه دیگه، به نظرم مسئله زیادی داره بیخ پیدا میکنه. فقط خدا رحم کنه سیاسی نشه. امیدوارم دیر نشه. امیدوارم. فکر ما حواسمون نیست؟ همون دیروز بچه ها رو برای شناسایی و مراقبت فرستادم. قربان جسارتاً فکرم ممکنه دیر بشه. همه اینا رو بذارم رو حساب بی‌تجربگی و امیدوارم دیگه تکرار نشه. کار ما یه کار تیمیه. شما نباید بدون اطلاع و اجازه من یا جناب سرهنگ دست به این کار رو بزنی. حق با شماست. دیگه تکرار نمیشه. چشم. حالا چرا زدنم؟ اونا که نمیدونستن تویی. نمیخواستن سر و صدایی بشه و کسی فرار کنه. که البته بعدا فهمیدیم که کسی اونجا نیست و ماشین رو رها کردن و رفتن. نتیجه پیگیری ماشین سفارت چی شد؟ ماشین توسط سفارت خریداری شده. 20 روز بعد بندر چابهار رسیده. 4-5 روز گمرک مونده، بعد فرستادنش تهران. تمام مدارکش هم فرستادن. به نظرتون سفارت تو این قضیه دخالتی داشته؟ نه فکر نمی کنیم. احتمالا اونا هم بازیچه دست یکی دیگه شدن. که چی بشه؟ همونطور که میدونید ماشین دیپلمات بازرسی نمیشه. واسه همین مواد رو خیلی راحت تو در و صندلی و رکاب جاساز کردن. الان هم بچه های تشخیص هویت دارن روش کار میکنن. پس تازه رسیدیم اول خط. یعنی کی تونسته اینقدر زیرکانه از ماشین سفارت اروپایی همچه سوء استفاده ای رو ببره؟ حالا اینکه چیزی نیست. من اون موقعی که چابهار بودم یه مورد من بعدی تماس بنده خدا جوون حالا یه اشتباهی کرده. اگه همینجا حل و فصل بشه بهتره.
چون بفرستیمش داد سر و بند خدا تسهیل میشه، رنگ و فنگ زیاد داره. بالاخره مثل این بند خدا جوونمون. بعدم زاپاسو دیگه نمیخوام، بذارید سر جاش. بسته نباشید. نتایج کارشناسی نشون میده تو در و سپر و زاپاس و صندلی‌ها کوکائین جاساز کرده بودن. اگه همه این جاسازایی که میگی درست باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی 100 کیلوگرم کوکائین. کوکائین کیلوی 400. یعنی چقدر؟ 40 میلیارد تومان. بله. این باید خالصه. با ناخالصی میشه دو برابر. 80 میلیارد تومان. کسی که ماشین دیپلماتیک رو بازرسی نمی‌کنه. از چابهار تا تهران با اسکورت اومد بدون هیچ دردسری. دزدی استخرم سرپوش بوده برای اینکه کسی شک نکنه دیگه. عجب تحلیلی. مسخره کردی؟ خودت چی فکر می‌کنی؟ بنز سفارت از گمرک چابهار ترخیص شده که 3 روز بعد با کفی به تهران رسیده. در صورتی که با کفی تا تهران نهایتاً 2 روز را بیشتر نیست. دقیقاً. پرینت حساب کارمندای گمرک و شرکت حمل و نقل چک شد که مورد مشکوکی نبود. به پیشنهاد آقا رضا حساب خانواده‌هاشون چک شد که به حساب یه دختر دبیرستانی یکی از مسئولین شرکت حمل و نقل 500 تومن واریز شد. خب اون مسئول که پدر دختر است اون چیزی نگفته؟ قربان، پدر دختر به همکاریش با قاچاقچی اعتراف کرده. البته این به ما کمکی نمیکنه، فقط جرم خودش رو ثابت میکنه. چرا؟ با تهدید و تطمیع راضی به همکاریش کردن، چشم بسته بردن و بردن، کسی رو ندیده. پس هیچ سرنخی نداری؟ چرا قربان، سرنخ هست. بعد از اینکه حسابا رو چک کردیم دیدیم چند بار حسابا جابجا شده. در آخر رسیدیم به حساب یه آدمی به نام مجید هروی که توی رستوران کار میکنه. به نظر پولشویی میاد. بعد تماس بگیریم. بعد 5 دقیقه دیگه. بله. ببینم این رستوران کجاست؟ شب سرنگ، رستوران توی خیابون ولی عصر. ما فکر نمی‌کنیم که اون کاری باشه. مدیر رستوران از اون اصلی ماست. آفرین. کارتون خوب بود. ممنون قربان، ولی ما کاری انجام ندادیم، فقط پیگیری کردیم. همکارا محبت کردن. مخصوصاً همکارمون در چابهار سنگ تموم گذاشتن. حضورتر می‌گفتیم من یه زنگ بزنم سفارش کنم. سفارش نمی‌خواست. خودشون وظیفه‌شون انجام دادن. بله، بچه‌های چابهار کلاً وظیفه‌شناسن. می‌دونی که من یه چند سالی اونجا خدمت کردم جناب سرنگ. کیه که ندونه؟ من میرفتم لب مرز گشت زنی، یهو میدیدی اشرار مثلا با 20 تا تویوتا میریختن اونجا دیگه. کلاش و کلت و اینا بچه بازی بود، اصلا شوخی بود. با دوشکا میومدن وسط. عجب. حالا شما فکر میکنین مواد چجوری جابجا میکردن اینا؟ آقا سیاوش با شتر وسط بیابون، یهو میدیدی 60 تا شتر همینجوری تو یه خط ردیف دارن میرن. آقا رضا تو هر روایت 10 تا شتر اضافه میکنی ها. منظورم اینه که مثلا زیاد بودن، حالا 50 تا یا 40 تاش دیگه فرق نمیکنه، زیاد بودن دیگه. خب دیگه در این مورد نمیخوام به گودار باب بزنم. اون علاوه بر خودش انبار موادش و تمام رابطه‌اش شناسایی بشه. مفهوم؟ بله قربان. ما فکر میکنیم که با پوشش رستوران دارن موادو پخش میکنن. قربان تو اون رستوران خیلی عجیبه که از طرف یه نفر 4 تا میز رزرو میشه هر روز. بریزیم بگیریمشون دیگه. آقا رضا باز عجله کردی یا؟ نشام سرنگ، گفتم یعنی وقتمون تلف نشه. خیلی ممنون، پیگیر پرونده باشی. خیلی پیش. چشم قربان. آقا رضا خودت که میدونی ما اول به مدرک احتیاج داریم که بتونیم اقدام کنیم. بله درسته؟ بله. سلام، خیلی خوش اومدید. پیشنهاد من این میزمونه چون نور و ویو عالی داره. موافقین؟ بله از من. بفرمایید. ولی معمولیت گرونی ها برای اداره آب معدنی هر بطری 20,000 تومان. اون پاستایی که شما داریم میل میکنیم ماکارونی خودمون 150,000 تومان. تو چابهار همچین معمولیت هایی بهت میخواد؟ بله.
ولی فرقش این بود برای یه ذره آب تو بیابون بعد می‌جنگید. پس این معمولیت شیک رو به خاطر بسپار. مردم چه خرجایی میکنن؟ کاش فقط خرج غذا میکردن نه کوکائین. اون دوتا رو ببینیم 20 سال بیشتر ندارن. نام دختره همشون جوانن. خب چرا تو این سن؟ بابا پول دارن. بابا پول دارم نبودن میرفتن سراغ یه مواد ارزونتر. اینجا رو باید درست کنن. آدم قصهش میگیره. واقعا هم قصه داره دیگه. خانمای محترم خیلی خوش اومدید. رزروی آخرم بفرمایید. اینم میزی که رزرو کرده بودید. بفرمایید خواهش می‌کنم. ایده خوبیه وسط یه رستوران سه تا میز رزرو بشه واسه پخش کوکاری. اینا یعنی به همین راحتی به ما اعتماد کردن؟ خیلی هم راحت نبوده. رابطه ما مار پولدارای عیاش معرفی کرده و این میز رو رزرو کرده. چقدر به ما میاد؟ به من که میاد. خیلیه. به همه ما میاد. دسر ویژه ما خدمت شما. سر کار نباشیم. باش. این فرصت غذامون هم خوردیم دیگه. وقت بخیر آقایون. از غذا و پذیرای ما لذت بردیم؟ بله بله همه چی عالی بود. دست شما درد. اجازه میدیم؟ خواهش میکنم. این اصل اولیه ماست. دوستان عزیزی مثل شما که برای اولین بار اینجا میان باید تجربه بی نظیری داشته باشه. بله تجربه خیلی خوبی بود. این هم دسر ویژه ما برای سه نفر. سه تا سفارش داده بودین درسته؟ بله درسته. امر دیگه ای باشه؟ فقط این کارنامه اعمالمون رو بیارید. این بار اولیه که ما در خدمت شما هستیم. پس غذا رو مهمان ما هستید. فقط جسارتاً هزینه دسر ویژه حساب میشه. خواهش میکنم. دست شما داره. بایدتون. من همینجوری سرانگشتی حساب کردم غذاهای ما نزدیک 450 هزار تومان میشه. ببین اینا چقدر دارن سود میبرن که پول غذا رو از ما نگرفتن. همه خودشه. شروع کنیم. بهتره بچه ها شروع کنم و پشتیبانی کنم. بچه ها شروع کنیم. چیکار کردی؟ خدا رو شکر تو اداره پیرن داره. به هیچ وجه قابل شما رو نداره. خواهش میکنم. تشکر میکنم. 1.5 میلیون؟ نه 1.5 میلیون. 1.5 میلیون. بچه ها مال جمعش کنم. چیزی نیست. کوی از اما که میان اینجا برای انجام بعضی امور سنفی. اصلا نگران نباشید. ببخشید شما اصلا تو چهره ایشون نگرانی میبینید؟ نه نه ما اصلا نگران نیستیم. در ضمن این دوستان هم از اماکن نیومدن. خواستی صورت جلسه تنظیم کنه. آقا مواد کش شده زیاد بود. تو چرا گیر دادی به این؟ Thank you.